به نام خدا و با عرض سلام و مجموعه خبری پنج و سی امشب خوش آمدید در آغاز سرخط چند خبر جان باختن ولسوال جغتوی ولایت غزنی این مقام حکومت در پی حمله طالبان جان باخته است خواست انجمن والیان افغانستان از رهبران حکومت برای رفع مشکل بیکاری راه حل پیدا کنید و خواست وزیر خارجه امریکا از فلسطینیان و رژیم اسرائیل مبنی بر پایان دادن به خشونتها امروز پنج شنبه سیوم میزان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 22 اکتبر سال 2015 میلادی. حسین محمد علی هستم و این هم مشروع خبرها. ولسوال جغتوی ولایت غزدی صبح امروز در یک کمین طالبان جان باخته است. محمد علی احمدی معاون والی غزنی میگوید که محمد داوود ولسوال جغتوی این ولایت صبح امروز زمانی که از مرکز شهر غزنی به سمت ولسوالی جغتو در حرکت بود در منطقه موسوم به سه قلعه قیاق در مسیر ولسوالی جغتو با کمین طالبان مواجه شد و به شهادت رسید آقای احمدی می که بر اساس اطلاعات راننده ولسوال هم در ساحه مفقود است و ممکن به قتل رسیده باشد انجمن والیان افغانستان میگوید که مشکلات اقتصادی جوانان را به سوی تروریستان میکشاند با باور اعضای این نهاد مشکلات اقتصادی در کشور سبب شده است تا شماری از جوانان با مخالفان مسلح یکجا شوند و شماره دیگر نیز کشور را ترک کنند انجمن والیان افغانستان از سوی والیان پیشین تشکیل شده است اعضای این نهاد تاکید دارند که برای بیرون رفت از چالش های کنونی باید یک جرگه عنعنوی برگزار شود حفیظ الله سالنگی گزارش میدهد اینجا اعضای انجمن والیان افغانستان گرد هم آمدند و خواهان جلوگیری فرار جوانان توسط حکومت از کشورند راههای برای بودن جوانا باید در اینجا جستجو شود ما نباید دنبال ماشین پاسپورت برویم که دو هزار پاسپورت دوزانه کافی نیست باید ماشین چهار هزار پاسپورت ظرفیت چاپ داشته باشه ما پیدا بکنیم به یه وضعی که دنبال ماشین پاس... چاپ پاسپورت بگردیم و فکر این باشیم که به جوانا اهم از دخترا و پسرها چی راهی را جستجو بکنیم که راه رفتنشان به خارج مسدود شود این والیان پیشین حکومت میگویند مشکلات اقتصادی در کشور سبب شده است که شماری از جوانان با مخالفان مسلح یک جا شوند و شمار دیگری هم کشور را ترک کنند این والیان پیشین از حکومت میخواهند برای جلوگیری از پیوستن جوانان با مخالفان و فرار شماری از جوانان از کشور اقدام جدی کند اقتصاد مستقیما ت... بالای امنیت تاثیر دارد بسیار کسایی که در صف طالبا رفتن و صلاح برداشتن اونها از مجبوریت های اقتصادی هستن اندیشهی علی دولت سفارایی نشده این والیان میگویند که نبود صلاحیت های لازم به والیان و چند پارچگی حکومت سبب افزایش ناامنی ها در کشور شده است این والیان خواهان برگزاری لوی جرگه برای رفع چالش های موجود در کشورند لوی جرگه دایر شود و نماینده های بزرگ ملت نماینده های با صلاحیت ملت کشور از این بحران موجود خارج بکنه اگر ما با امید کاغذ های و بالا بشینیم اگر با امید صحبت های اینجا و اونجا بشینیم هر روزی که میگذره بحران بیشتر جولان میشه و مملکت بیشتر با 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 بحران بحرانی عمیق فرو میرود از سوی دیگر آگاهان حقوق میگویند پیش از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی برگزاری لوجرگا خلاف قانون اساسی کشور است و نباید پیش از برگزاری انتخابات لوجرگا در کشور برگزار شود انجمن والیان افغانستان دو ماه پیش اعلام موجودیت کرد و این انجمن اشتاد عضو دارد نهاد تحقیقی حقوق و عدالت ادعا کرده که پس از یک پژوهش سرتاسری در کل کشور از تمام آمار نیروهای امنیتی تنها دو هزار در پاسگاه ها جبهات جنگی و در ادارات به سر میبرند با گفته نهاد در این میان حدود 130 هزار نیروی امنیتی حضور فیزیکی ندارند ولی معاششان از بودجه دولت پرداخته می شود. شمس شمس مسئول نهاد تحقیقی حقوق و عدالت در یک کنفرانس خبری در هرات گفته است این آمارگیری در 13 ولایت به صورت مستقیم و در 15 ولایت دیگر به صورت غیر مستقیم انجام شده است با گفته ای وی این آمار از یک فساد بزرگ در کشور حکایت دارد اما تاکنون های بلندپایه حکومتی موفق به دستیابی آن نشدند او میگوید که بیشتر این تحقیق و آمارگیری از سربازان درجه پایین پاسگاه ها و ادارات امنیتی صورت گرفته است گفته نیست ارگان های امنیتی تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند ولسوالی خماب ولایت جوزجان در پی عملیات نیروهای امنیتی و رهبری جنرال دوستوم از حضور طالبان پاکسازی شده است مسئولان امنیتی میگویند که در این عملیات تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده و 25 تن آنان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طالبان تعمیر ولسوالی خماب را ده روز قبل بدون درگیری تصرف کردند در حالی که نیروهای امنیتی در تعمیر فرماندهی پلیس مستقر بودند. عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت فرماندهی پلیس جوزجان میگوید که این عملیات دیروز با شرکت نظامیان ارتش، پلیس و امنیت ملی و خیزش مردمی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری آغاز شده بود و اکنون تمام ولسوالی تحت اداره دولت در آمده است. ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه هفت نفری از دهشت افغانان را از شهر کندهار بازداشت کرده است. دفتر رسانه های این ریاست با نشر خبرنامه می گوید که این دهشت افغانان مصروف فعالیت های تروریستی در کندهار بودند. خبرنامه می افراد بازداشت شده در ترور آلمان دین و متنفذان قومی دست داشتند. معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت فاریاب با چهارتن تن از همراهانش در مسیر شارای قیصار غرمات کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند که اعصاد کشته شدگان در میدان نبرد باقی مانده است محمد رضا رضایی سخنگوی نیروهای ارتش در فاریاب میگوید که این فرمانده طالب در جریان عملیات موسوم به شمشیر 15 که دو روز قبل به هدف پاکسازی شاهراه قرماج قیصر را اندازی شده بود بر اثر آتش توپخانه نیروهای امنیتی کشته شده است مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که در عملیات های جداگانه 20 تن از طالبان به شمول دو فرمانده این گروه کشته شدند. نبی جان خیل فرمانده پلیس ولایت هلمند گفته است این عملیات در مناطقی از لشکرگاه و باباجی این ولایت راه اندازی شده بود که ملا ناصر و ملا قیوم دو تن از فرماندهان طالبان در آن کشته شدند. فرمانده پلیس ولایت هلمند همچنان میگوید که این عملیات به هدف سرکوب کردن مخالفان مسلح ادامه دارد و در جریان سه روز گذشته در این مناطق 80 تن از طالبان کشته شدند. در دو رویداد جداگانه در ولایت غور شش طالب بر اثر انفجار ماین ما کشته شدند. مقام های امنیتی در این ولایت گفتند که این رویدادها در ولسوالی چهارصده و شهر فیروزکو مرکز ولایت غور با وقوع پیوسته است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که یک فرد در ولسوالی چهارصده هنگام کارگزاری یک ماین کنار جادهی کشته شده است. آقای خطیبی میگوید که مشابه این رویداد صبح امروز در شهر فیروزکو رخ داده که در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده پنج تن از طالبان کشته شدند با گفته سخنگوی والی غور این ماین ها به هدف آماج قرار دادن کاروان های پلیس جاسازی می شود گفته می شود که پلیس از این هم پیش از این هم در ولسوالی چهارصده غور سازنده های ماین دستساز دستگیر شدند اما آقای خطیبی تاکید می کند که همواره در این ولسوالی مهندسان طراحی ماین حضور دارند ادامه خبرها با پیگیری رویدادهای جهان جان کری وزیر خارجه امریکا از رژیم اسرائیل و فلسطینیان خواسته تا به موج خشونت های اخیر که با کشته و مجروح شدن شمار زیادی منجر شده خاتمه دهند آقای کری که برای دیدار و گفتگو با بنیامین نتانیاهو به برلین سفر کرده به ضرورت یافتن راهی برای پایان دادن به این خشونت ها تاکید کرده است گفته می شود وزیر امور خارجه امریکا همچنین به دنبال آن است تا وضعیت مکانهای مذهبی که محور اصلی تنشهای کنونی است روشن شود. در تازه ترین مورد از درگیری ها پلیس رژیم اسرائیل دو فلسطینی را در یک ایستگاه بس هدف گلوله قرار داد. در دور جدید درگیری ها بین نیروهای رژیم اسرائیل و فلسطینیان تا کنون ده اسرائیلی کشته و 45 تن فلسطینی به شهادت رسیدند. برای مقابله با ناآرامی اسرائیل تدابیر شدید امنیتی را به اجرا گذاشته و رفت آمد فلسطینیان به محدوده قدیمی بیت المقدس را محدود کرده است. نخست وزیر پاکستان در جریان سفر به واشنگتن رسما خواستار مداخله امریکا برای کمک به حل مسئله کشمیر شد. محمد نواز شریف شب گذشته به دیدار جمعی از نمایندگان ارشد مجلس سنای امریکا رفت و با طرح این موضوع که حل مسئله کشمیر نیاز به مداخله یک طرف سوم دارد، امریکا را بهترین گزینه برای ورود به این مسئله دانست. نخست وزیر پاکستان در این دیدار همچنین به موضوع افغانستان و مذاکرات صلح طالبان و دولت کابل اشاره کرد و توضیحات درباره تازه ترین تحولات در این زمینه را با واشنگتن شریک ساخت. گفته می شود بسیاری از رهبران مذهبی سیاسی پاکستان مخالف هر گونه مداخله قدرت های غیر مسلمان برای حل امور مربوط به جهان اسلام هستند و به همین دلیل در خصوص عملیات نظامی ضد تروریستی روسیه در سوریه هم ابراز مخالفت کردند. سازمان اطلاعات امریکا حک شدن ایمیل شخصی جان برنان رئیس این سازمان را تکذیب کرد. اقدام مقام های این سازمان پس از انتشار اسناد جدید توسط سایت ویکیلیکس صورت می گرد که بنابر ادعای مسئولان این سایت از ایمیل شخصی رئیس این سازمان به دست آمده است. سایت ویکیلیکس روز چهارشنبه شش سنت را منتشر کرد و منابع آنها را نیز ایمیل شخصی رئیس سازمان جاسوسی امریکا عنوان کرد این اسناد مربوط به سالهای 2007 تا 2009 و پیش از ریاست وی بر این سازمان است جان برنان از سال 2013 ریاست سازمان جاسوسی امریکا را بر عهده گرفته است و اینکه دیدار سه روزه سالخوردگان کوریای شمالی با کریای جنوبی در مرز بین دو همسایه شمالی و جنوبی پایان یافت در این سه روز بسیاری از نسل هایی که در زمان صلح بین دو کشور یا پیش از جنگ دوم جهانی به دنیا آمده بودند اعضای خانواده خود را پس از گذشت بیش از 60 سال میدیدند این افراد در اقامتگاه در مون کومگانگ در خاک کره شمالی و تحت تدابیر ویژه امنیتی با هم دیدار کردند از سال 2000 میلادی این بیستمین باری است که با وجود تنشها و فضای جنگ سرد بین دو کشور دولت های کره شمالی و جنوبی اقدامات لازم برای دیدار این افراد را فراهم می کنند یافته های اخیر در این مورد نشان داده است که بیشتر از 70 هزار تن از اهالی کره جنوبی همچنان بستگان و خویشاوندان نزدیک در کره شمالی دارند این خانواده ها در جریان جنگ کوریا در اوایل دهه پنجاه میلادی دو پاره شدند. بینندگان گرامی این بود مجموعه خبری پنج و سی امشب که تقدیمتان گردید. تا دیدار بعد خداوندیار و, و نگهدار.